خودشون رو به خاطر رفتارهای من بیان بکشن یا تحت فشار قرار بدن. چون توی ایران ما اینجور مسائل داریم، ما اینجور مسائل توی ایران داریم، پر از اینجور مسائل. بفهمید حتی من میانا جون اونجا هم بالا که بودم خیلی به ندا جون هم میگفتم، گفتم راحت باش هر سوالی داری بپرس، ولی این دلیل برای این نبود که من اگه مثلا به ندا جون میگفتم راحت باش، من حرف خودم زدم خیلی اصولی. الان مثلا من یا شما هم با ایشون مشکلی نداریم، فقط به خاطر تعداد فالوورهای زیادی که ایشون دارن و میان توی لایف صحبت میکنن، لطفا ازشون خواهش میکنیم دیگه، از LGBT ها بکشن بیرون خواهش میکنیم، و اگر اهدافی رو دارن برن به سوی خوب روشن فکر شدن جامعه. من توهین نشده که بگی، ولی به جامعه من توهین شد. اگه من امروز دارم اعتراض میکنم با دیانه به خاطر خانواده منه، LGBT خانواده است، فرد نیست. شاید به تینا و فرزا توهین نشد، ولی به خانوادهش توهین شد. چرا؟ چون نمیخوره. هر کدوم یه مخفف یه گرایش رو داره، اصلا یه نماده برای تو. اگر من بعد از چندین و چند سال خب توی اینستاگرام که همیشه گفتم من استریتم، من نرمالم، من جز اکثریتم، الان میگم LGBT هستم، چون امشب توهین رو دیدم، چون امشب توهین رو دیدم و هیچ وقت من حاضر نبودم، اونقدر غیرت دارم روی خانواده LGBT، هیچ وقت ابزار نکردم به خاطر جذب فالوئر، و خواهش میکنم به خاطر جذب فالوئر از موضوع LGBT بکشید بیرون. اگر میخواید جذب فالوئر داشته باشید، اگر میخواید توی این دوره قرنطینه اعصاب خیلی های دیگر رو به هم نریزید و من و امثال من رو به خودکشی وادار نکنید، باعث خودکشی خیلی از LGBT ها نشین، باعث بیشتر فشار آوردن خانواده هاشون نشین، LGBT ستیز نباشین. به خدا همینطور LGBT ستیز نباشید. چرا آخه میایین از LGBT نمیدونم جذب فالوئر میکنید؟ من کردم. مگه فرزاد یا تینا این کارو کردن بیان یه موضوع خیلی مهم رو بیان به حالت مسخره ببینم بگن خیلی شیرینه؟ اصلا شیرین نیست، پر از درد و پر از رنج و پر از تلخیه. شما نرمال هستید، شما اکثریت هستید، شما استریت هستید، برای LGBT ها واقعا سخته، و مطمئن باشید LGBT هایی که اگر بخوان از این به بعد توی لایو ایشون شرکت کنن و ادا و اصول خیلی مخرب رو در بیارن که برای جامعه LGBT بد باشه، برای جامعه LGBT تحت فشار قرار بگیره خب، و خانواده ها بیشتر زوم کنن روی این مسئله، الان تا به امروز تا حدودی درک خیلی از مسائل رفته بالا. ببین من به عنوان یه LGBT بعد از 8 سال مادرم رو دیدم، بعد از 8 سال مادرم رو دیدم به عنوان یک LGBT، چون مادرم حاضر نبود منو ببینه. این یه حقیقت تلخه، این شیری نیست. یعنی 1% از نجهایی که جامعه LGBT کشیده واقعا مردم عادی می کشیدن، شاید این شیری نیست، این شیری نیست. من به خاطر LGBT بودنم مهاجرت کردم، این شیرین نیست، تلخه. این شیرین نیست که من یه آدم استریت نبودم که بتونم به ریلکسی و راحتی زندگی کنم، اینا اصلا شیرین نیست. منم میتونستم طعم خیلی از مسائل رو بچشم. درست. اصلا من اجازه نمیدم، نه ندا و نه هیچ کس دیگه. ما خصومتی، من خصومتی با ندا ندارم، من یک بار باش صحبت کردم توی دایرکت خیلی سال پیش، 2 سال پیش حدود در بایشون صحبت کردم، هیچ خصومتی ندارم، ولی از همینجا دارم بهشون هشدار میدم که لطفاً از خانواده LGBT رو ابزار نکنید، بیشتر از این تمسخر نکنید، تحقیر نکنید، لطفاً بکشید بیرون، و کلاً LGBT ها رو همینجوری که هستن یا به حال خودشون رها کنید، یا اینکه
ازشون سوء استفاده ابزاری نکنید. 100% یارا جون 100% که همین خواهد شد، ولی بچه ها خیلی سخته وقتی خودتون رو توی یه قالب دیگه ای ببینید و جسمتون متفاوت و ذهنتون باشه و سالها درون این زندان بدن میخوان زندگی کنید و همیشه به خاطر این موضوع توهین بهتون بشه، تحقیر بشه، کتککاری، خشم، خشونت، تجاوز و خیلی اتفاقات تلخ که تو زندگی اتفاق بیفته. بچهش به هم بذار ببینی بهار جوونیت با یه پوششی گذشت که هیچ وقت پوشش قلبی تو نبود. و آیا شما واقعا میتونید خودتون رو همچین شرایطی واقعا ببینید؟ واقعا براتون آیا آسمه فکر میکنید؟ LGBT واقعا به نظر من سختی هایی که LGBT میکشه یه انسان عادی هرگز نمیتونه تحمل کنه. یکی از دوستان نوشتن ندا کلان طنزه فانه چیزی نگفته. بابا عزیز من، دوستان محترم، من دیانا به شخص مشکلی با ندا ندارم، ایشون تینا به شخص مشکلی با ندا ندارن، آقای فرزاد مشکلی با ندا ندارن، ماها مشکلمون با LGBT هایی هست خب که LGBT ستیز هستن، خب میرن توی لایو اینها خب، و موضوعی که ندا انتخاب کرده، موضوعی که انتخاب کرده همش مختص میشه به دادن، به دادن، به نمیدونم این کار کردن. چرا موضوع شکنجه رو انتخاب نکردی توی که اینقدر ویو داری، اینقدر آدم میان میبیننت؟ چرا موضوع تلخ نمیدونم زندگی LGBT ها رو انتخاب نکردی؟ چرا هیچ وقت نگفتی LGBT ها چه زندگی سختی دارن؟ یعنی ماها اونقدر ابزار هستیم که همه بیان از ما استفادهشون رو بکنن و برن بگذرن؟ ماها اونقدر کوچیک هستیم که با تحمل این همه درد و رنج بخوایم همینجوری سطحی بگذاریم؟ ماهایی که هویتمون رو مثل آدمای نرمال به راحتی به دست نیاوردیم، حتی با ماها نباید شوخی کرد چون ماها به حد و مرز جنون و خودکشی کشیده میشیم. واقعا همینطوره. من بهترین دوستم به نام رها به خاطر یه حرکت یه آدم فوق‌العاده چیپ و فوق‌العاده خز خودشو کشت، خودکشی کرد حدودا 5 سال پیش. من هیچ وقت خودم این اجازه رو نمیدم که بخوان از خانواده LGBT حمایت کنم. و کسایی که میگن که LGBT هستن و کسایی که میگن LGBT هستن و حامی LGBT ها هستن اصلا نباید این اجازه رو بدن اگر واقعا LGBT هستن. ولی خب یه چیزی بگم دیانا جان، حالا من کار ندارم، ولی خب ندا هم اول لایوش میگفت که من میخوام این سوالا رو بپرسم، اگه کسی میدونه مشکلی داره ما در حق اونایی که میان بالا هستن. اینجا اشتباه از ما LGBT هاست، اینجا رو به نظر از ماست که اگه مثلا ندا اعلام کرد دیگه واقعا صادقانه گفت خب اگه LGBT هستی که بهت برمیخوره ناراحت میشی تو لایو نیا، بالا نیا. و این شد که با خودمون البته قبول کردیم و خیلی هم خودشون قبول کردن که خودشون رو بفروشن. به نظر من یه سری از LGBT ها هم باید خودشون رو درست کنن. ببینید LGBT هایی که میان فقط حرف از دادن میزنن و حرف از خیلی از مسائل جنسی میزنن به خاطر ویو، به خاطر فالوور، اینا LGBT نیستن، اینا فقط LGBT ستیزن. رهایی که میاد توی لایو ندا یاسی نمیدونم حرف از آخ اوخ اوی اوی اوف میزنه، مطمئن باشید دنبال فالوئر تا جذب مخاطبه، تا اینکه دنبال این باشه که بخواد یه موضوع رو برای جامعه بگنجونه. من میخوام الان امشب فقط میخوام خب ندا جان عزیزم، نه من، نه فرزاد، نه تینا هیچ خصومتی با شما ندارین، خب هیچ خصومتی با شما نداریم. خصومت ماها با کساییه که ما از شما توقع داریم، ما از شما توقع داریم. LGBT ها به اندازه کافی زنج کشیدن ندای عزیزم. خب شما باید لایو های رو که میذارید هیچ وقت ابزار نکنید و خیلی روک بیاید از دردهاشون صحبت کنید. میخوای ببینی LGBT ها چی کشیدن؟ از دردهاشون بگو، از دادنهاشون لطفا نگو عزیزم.
از درداشون بگو، از دردایی که کشیدن، از ترد شدنایی که شدن، از کتکایی که خوردن، از عملهای سنگینی که کردن، از اینا بگو عزیز دلم. اون کسی که میاد توی لایو شما، اون کسی که میاد توی لایو شما و حرف میزنه میگه من LGBT هستم، اونا LGBT نیستن. اونایی که میان فقط از دادن حرف میزنن، مگه من دیانا توی چندین و چند سالی که دارم فعالیت میکنم یک کلمه گفتم LGBT هستم؟ یک کلمه افضا کردم خانواده LGBT رو؟ شما بگید تینا فرزاد، شمایی که منو میشناسید، یک کلمه من افضا کردم LGBT بودن رو؟ نه یک بار شده من یک LGBT رو بیارم بالا بگم چجوری؟ یک بار شده من یه LGBT رو بیارم بالا بگم چجوری معذرت میخوام دادی؟ نه نشده. من LGBT چون میدونم چه سختی هایی کشیدن. الان مثال دارم میگم، نمیدونم اون کسایی که مدعی LGBT هستن کجا هن. فقط ماها باید تحقیر بشیم؟ فقط باید تمسخر بشیم؟ فقط باید زجر بکشیم؟ فقط باید همه جامعه ما رو به عنوان مثلا دادن بدونن؟ اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. و خواهش میکنم از کسایی که توی اینستاگرام فعالیت دارن و دارن فعالیت میکنن، مثل خانم ندای یاسی، اگر من الان از ندای یاسی بپرسم که مثلا ندا خانم شما چند بار دادین، ناراحت میشه، بهش بر میخوره. نباید اینو بگی که مگه من خانواده LGBT هم که چند بار بدم. خانواده LGBT برای دادن نیستن ندای عزیزم، خانواده LGBT برای به دست آوردن، ببینید هویتشون می جنگن، همشون جنگجوان، تمام خانواده های LGBT جنگجو هستن، همشون جنگجوان. این دروغی نیست، این دروغی نیست. شما هیچ وقت ابزار نکنید لطفاً، هیچ وقت هیچ کس نباید تصویر ابزار. من همیشه حرف حق رو میزنم، همیشه حقیقت رو میسنجم. ببینید تا به الان صدام در نیومده از این که من چی هستم چی نیستم، کی هستم کی نیستم. همه اومدن به ترنس گفتن، دو جنس گفتن، نمیدونم ال گفتن، بل گفتن، ولی هیچ وقت نگفتم من هرموفردیتم. هیچ وقت از زبونم در نیومده، هیچ وقت. خب چرا؟ چون خانواده LGBT رو خب زیر نمیدونم منگنه قرار ندم. یه وقت احیانا به خاطر شخصیت خودم زیر منگنه قرار ندم. پس شمایی که فالوور زیاد دارید عزیزم، لطفاً به خاطر خب اینکه مردم رو آگاه کنی، اطلاع رسانی کنی، قربونت برم ندا جان، خب خیلی مؤدبانه صحبت کن راجع به LGBT ها، چون LGBT ها هم انسان هستن، شاخ و دم ندارن که ساره نازنین و مثلا آوردی بالا که شاخ و دم دارن. نه، LGBT ها مثل من هستن، LGBT ها همه جا هستن، LGBT ها یه گروه بزرگن، یه خانواده بزرگ. عزیزم اصلا کسی به ندا فوش داد شما دارن چرت و پرت میگین؟ ما به کسی فوش ندادیم که دورو هم خیلی منطقی نفردیم، کسی ندادیم پیام میدین از اونجا به ندا پیام میدین. خاک تو سر شما ها. نه ما فقط ببینید عزیزم، من شماها فقط و فقط اومدیم اطلاع رسانی کردیم که جلوی خب لایو بیشتر ندایاستی رو خب بگیریم، به خاطر نه اینکه ندا، به خاطر LGBT هایی که وجود دارن و واقعا LGBT نیستن. دقیقاً به خدا LGBT نیستن اینا. اینا بیان ستیز برخورد میکنن، جامعه LGBT اصلا میکوبونن اینا رو. من دنبال فالوئر نیستم، من شناخته شدم و توی این 4 سال 5 سال شناخته شدم، هیچ وقت یک بارم نگفتم LGBT هم. الان دارم میگم LGBT هم، چون الان تایم اون میدونم که بخوام دفاع کنم از حق LGBT ها. الان وقتشه که دفاع کنم.
توسط این ابزاری که دارم، توسط این تریبونی که دارم. اگر من امروز دفاع نکنم فردا به درد سر قبر پدرم هم نمیخوره. دوره از جونت عزیزم، مسلمن بهش توهین میشه، به خانوادهش توهین میشه، مسلمن ساکت نمیشه 100%. من واقعا خانواده LGBT رو جزی از خانواده هم میدونم و اگر توی این چندین و چند سال سکوت کردم فقط به خاطر این بوده که درک فهم و قدرت خیلی از آدم های اطرافیانم این بوده. خب که هموفردیت رو نمیدونن یعنی چی، هموفردیت اصلا نمیدونن یعنی چی، هموفردیت ها رو با ترانسکشوال ها اشتباه میگیرن، نمیدونن. وقتی نمیدونم من چجوری بیام توضیح بدم براشون، چجوری بیام بگم آقا من اینم. وقتی یه ترانسکشوال رو که شما باشید میان مسخره میکنن یا مثلا دیگران باشن مسخره میکنن، من چه توقعی داشته باشم؟ توقعی نمیمونه. من واقعا خواهان اینم که اطلاع رسانی کنن تا اینکه بخوان مسخره کنن، یا یعنی اینکه ابزار قرار بدم ماها رو. ماها ابزار نیستیم، ماها وسیله نیستیم، ماها اسباب بازی جنسی نیستیم، ماها اصلا اینجوری نیستیم. و LGBT هایی هم که میان توی لایو ایشون، اگر فردا خواستید لایو بذارید عزیزم ندا جان، LGBT هایی که میان توی لایو شما مطمئنن LGBT نیستن، به غیر از ساره و فرزاد و تینای عزیز که واقعا LGBT های واقعی هستن و ساره و دوست دختر پارتنرشون که دیدم واقعا LGBT های واقعی هستن، من اونا رو LGBT واقعی میدونم. و کسایی مثل رها که میاد فقط از آخ و اوخ اینو صحبت میکنه، اینا اصلا LGBT نیستن از نظر من، اصلا نیستن. مرسی عزیزم، تینا جان، فرزا جان، هر چه دیگه ای دارین اگر بخواین صحبت من رو تکمیل کنین، من اگر فراموش کرده باشم شما تکمیل کنین صحبت من با تون خدافزی کنم. دورت بگم از من فقط یه صحبتی در آخر دارم جهت اینکه میگه شما دوروی. من یه سوال از بچه ها دارم. بچه ها ندا اول لایوش یه صحبتی کرد، گفته بود که اینجا نه جای اطلاعات، نه تخصصیه، نه چیزه. خب میخوام بدونم اگه قرار نیست شما اطلاعات راجب جامعه LGBT بدونین، راجب این جراحی ها بدونین، راجب مشکلاتش بدونین، راجب چیزای اصلی که باید بدونین ندونین، پس قراره بیاین این بالا ما راجب چیا بدونین؟ پس این چیه اگه این لایو وقتی میگی لایو LGBT یعنی لایو یک شخصی که بیاین خیلی از مشکلاتتو حل اصلا آشنا بشی، بفهمی ترنس چیه، بیماری چیه، LGBT چیه، گی چیه، لز چیه، چیه، گرایشاشون چیه، عملاشون چیه، فلانشون چیه، انسانیتشون چیه. وقتی اینا رو قرار نیست بابتش بیای بالا، پس قرار برای چی بیای؟ دادنش یعنی زن و مرد عادی نمیدن، نمیکنن. خب شما خودتون نمیان بالا، چرا خودتون نمیان بالا راجب دادناتون بگین؟ ها؟ چرا ما رو ابزار میکنین؟ دقیقا همینطوره، دقیقا حرف من همین حرف شما بود تینای عزیزم. خب من دورو نیستم ولی خیلی امشب تحقیر شدم. دقیقا دقیقا آدم تحقیر شد. دقیقا کسایی که LGBT واقعی هستن تحقیر شدن. صفر شده رو ببین، یه جمله یارو گفته آقا چند بار دادیم، میگم این سوال مال من نیست، پس مال کیه؟ متاسفانه ایشون سیف نکردن که ببینیم، یا شاید توی لایو آرایششون سیف کرده باشن، نمیدونم. نه سیفه، لایوش سیفه، میتونید بری ببینید. یه نفر گفته چند بار تو الان دادی؟ گفته این اصلا سوال من نیست، این مال LGBT هاست که لایو قرار بذارم اونجا بپرسیم. یعنی چی؟ یعنی ما برای دادن آفریده شدیم، شما برای چی آفریده شدید؟ این چه حرفیه؟ نه زمان ها برای دادن ها فرده شدیم، ایشون یه خانومه، این مثل شما حیوان ها دادن ها فرده شدیم، ایشون برای باکر بودن آفرده شدن. چرا تمام موجودات خداوند حق دارن غریزه و دادن و کردن داشته باشن، ولی فقط LGBT هاست باید همیشه تو چشم باشن، تحقیر باشن؟ دقیقا این درست نیست و انصاف نیست. همینجوری که تا الان تا به این روز با همون بد تا شده، ضربه خوردیم، همیشه تو اقلیت بودیم، زیر بار زور بودیم، ولی امروز دیگه من زیر بار زور نمیستم.
دقیقا که دیگه تو اینی تو باید اون باشی، پس خودتون چی هستین؟ جامعه استریت، البته با عرض معذرت از کسایی که واقعا احترام میذارن به این جامعه و خواهر برادرای ما هستن، ولی دقیقاً ما دستمال چرک هستیم، یه دستمالی که هستیم که هر وقت خواستن آه پاک کنن بندازن دور. نه من دقیقاً ببین هر کسی به ماها احترام بذاره ما هم بهشون احترام میذاریم، هر کسی نظاره نمیذاریم. چه نمیدونم استغفر الله خدا باشه، خب چه استغفر الله نمیدونم فلان شخص باشه، در صورتی که شخص و تعداد فالوئر و خیلی از مسائل دیگه برای آدم ها شخصیت نمیاره. آدم ها میدونین چرا اومدم بالا؟ که منو ببینین و الان بیاین حرفمو بشنوید. دقیقا دلیلش این بود، اگه نمی اومدم هنوز منو همون دستمال چرکه می دیدین. دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. من دستمال چرک نیستم. ببینیم ببین من واقعا بهم برخورد، من واقعا بهم برخورد که ساره، خب ساره اومد مثلا ندا یه لحظه بهشون گفت برو جلوی آینه خودتون رو نشون بدین که ما تو جامعه شما رو دیدیم بدونیم چه شکلی هستیم. ندا جان نیازی نکرده ببینیم چه شکلی هستیم. من الان یه LGBT هم، مثل من هستم، مثل ایشون هستم. ما LGBT ها همه جا هستیم، ما یک خانواده بزرگیم، همه جا هستیم، ماها همه شبیه همدیگه هستیم. ماها برای دادن آفریده نشدیم، برای زندگی کردن خیلی نرمال و رمانتیک آفریده شدیم. چون حس زنانگی توی ماها چندین و چند برابره، حس مردانگی توی فرزاد چندین و چند برابره، چون روح خداوند در ماها دو بار دمیده شده. ندا جان ما تو سکوی چی به ما سکو دادی؟ ما خودمون تو صدر جدول سکویم، تو نمیخواد به ما سکو بدی. ما بهت نه کردیم نه بهتون فش دادیم، فقط گفتیم اینجوری شده، فالوورام داره خایمالی میکنه. آره دقیقا همینطوره فرزاد جان. و از ندای عزیزم خواهش میکنم، ندا جان عزیزم قربونت برم، ازت خواهش میکنم از LGBT ها بکش بیرون قربونت برم. شما بچسب به حالا تطلو، بچسب به نمیدونم کسای دیگه، بچسبید به کسای دیگه، از LGBT ها کلا بکشید بیرون. LGBT ها حساسن، روی خانوادهشون، روی همه چیشون حساسن قربونت برم، اصلا نمیتونن تحقیرها رو تحمل کنن. متشکرم، مرسی. شما لایو های فان با LGBT ها نذارید لطفا، چون اونا لایو های فان نیست. بعد یه چیز دیگه، لطفا هر بیزینسی هم میارید بالا نگین LGBTه. دقیقا هر بیزینسی رو که میاد بالا برای بیزنس